هدهد برای شما سخن میگوید هدهد مجله گویا برای تمامی سنین دوازده داستان اثر گلی ترقی این داستان خانم ها گوینده محبوب علی تابستان بود که خانوم ها، خانوم ناز و خانوم گرگه که هرگز نفهمیدم چه نسبتی با ما داشتند با بخچه های رنگی و چمیدان های تناپیچ از آن سر دنیا رسیدند و در اتاقهای طبقه پایین مستقر شدند. پدر گفت، گرگ ها آمدند، مراقب خودتان باشید. و مادر با سردترین لبخند دنیا و توازوی دروغین به استقبالشان رفت و گونه های گوشتالودشان را بوسید. من از آمدن گرگ ها خوشحالم و حس می کنم از حاشیه سبز و قرمز آن بخچه های و از درز باریک که آن چمدان های کهنه دنیای دیگری بیرون می خزد و در جوار اتاق های روشن خانه شمیران خود را می ورود خانم ها مثل حجوم قبیله‌ای ناآشنا به سرزمینی امن نظم یک نواخت خانه ما را به هم می ریزد و مادر نگران از حضور این دنیای دیگر با سرعت دیواری نامرئی میان ما و آنها می کشد. ما که آشنا با غرب و علم و تجدد هستیم و آنها که عقب مانده و خرافاتی و از هاشیه کویر می خانم گرگه شلخته و بیبند و بار و بزلگوست. زبانی تیزتر از نیش مار دارد و هیچ کس از دست متلک های آبدار او در امان نیست. حتی پدر. ورودش بدون سلام و رفتنش بیخبر و بدون خداحافظی است. بیخیال و آزاد است و قانون خودش را دارد. از دخترهای پر افاده و پولدارش فراری است و تحمل دامادهای تازه به دوران رسیدهش را ندارد. از نبه های پرخور و چاقش هم بدش می آید و اگر دستش برسد گوش یا دماغشان را می پیچاند. مادر می گوید، این زن بویی از مهر مادری نبرده و دلش از سنگ است و پدر با حالتی خاص ترکیبی از تعیید و افسوس سرش را تکان می دهد. من برخلاف دیگران از خانم گرگه خوشم می آید چون پررو و خوشگذران و کل شق است. حرف خودش را رک و راست می زند و از کسی حساب نمی برد. وحشی و لاوالی است و با همه فرق دارد. آدم های محتاط و معدب پشت سرش پچپچ پچ می کنند و پیش رویش جرأت جیک زدن ندارند. از او خوشم می چون اهل تظاهر به مهر و محبت نیست. اهل نماز و روزه هم نیست. پایش که به تهران می رسد قیبش می زند و باید سراغش را از تاعترهای خیابان لالزار و سینماهای ته شهر گرفت. یک بار وقتی مادر خانه نبود نمیدانم چطور شد که محبتش گل کرد و تصمیم گرفت من و یکی از پسردائی های نقنقو را که شب منزل ما خوابیده بود با خودش به تئاتر جامعه باربود ببرد. این پسردایی پنج سال بیشتر نداشت و اگر دقیقه ای تنها میمان جیغ میکشید و خانه را روی سرش میگذاشت. جلوی تئاتر پر از آدم بود و همه یکدیگر را حل می دادند. نزدیک بود که شود. در که باز شد مردم هجوم آوردند و خانم گرگی با مشت و لگت خودش را رساند جلو. من و پسردایی هم دو دستی پشت دامن او را چسبیده بودیم. نزدیک بود زیر دست و پا له شویم. دو تا پاسبان از پشت سر به پس گردن آدم ها می زدند. معموران تئاتر جلوی در را گرفته بودند و می خواستند بلیت ها را نگاه کنند. نصف جمعیت بلیت نداشت. ما هم نداشتیم. هل دادیم. یک لنگه در از پاشنه کنده شد. مردم هورا کشیدند و خانم گرگه در حالی که من و پسردایی را خرکش به دنبال می کشید خودش را توی راه رو چپاند و غیبش زد. پیش از ناپدید شدن داد کشید که بچه ها بدوید بالا و جا پیدا کنید. برنامه تئاتر شروع شده بود. آقای تفکری نقش بچهای کوچک را بازی می کرد. کلاهی دخترانه با روبانی قرمز که زیر گلویش فکل می‌خورد سرش بود و پستانکی بزرگ را از سوی دهانش در میآورد زارزار زار گریه می‌کرد و دوباره آن را می‌مکید. یکی دو نفر از تماشاچی ها ادای او را درآوردند و به تقلید از بچه های کوچک بلند بلند گریه کردند. تماشاچی های دیگر داد کشیدند، خفه، و آنها که ادا در می آوردند سود زدند و شیشکی بستند. من و پسردایی ردیف اول بالکن جلوی مردم ایستاده بودیم و مرتب از آنها پس گردنی می خوردیم. جای نشستن نبود و جلوی هر کس که می ایستادیم فحشمان میداد و با سقلمه و نیشگون کنارمان میزد. پسردایی حالش بد بود و سرش گیج میرفت. بالکن پر از دود و بوی گند بود. پسردایی از لبه بالکن خم شده بود و با چشم دنبال خانم گرگه می گشت که یک مرتبه حالش به هم خورد و روی کله آدم ها بالا آورد. سر و صدا بلند شد، یک اده پا شدند، ایستادند و شروع کردند به فوش دادن. دست به کلهشان می کشیدند، صورتها رو به بالا چرخید، پسردایی دوباره بالا آورد. مردم معموران تئاتر را صدا زدند، آقای تفکری پستانکش را درآورد و به حالت قهر و اعتراض آن را به سر کسی در میان تماشاچیان کوبید. دو تا از هنرپیشه ها جلوی صحنه آمدند و به آنها که شلوغ می کردند بد و بیراه گفتند. پرده تئاتر بسته شد. جمعیت سود کشید. مردی پس گردن پسردایی را گرفت و او را مثل جوجه بلند کرد. بردش تا سر پله ها و با اردنگی محکم روانه پایینش کرد. جلوی در تئاتر توی کوچه خلوت بود. مردی به ما آب نبات داد و موهای بور پسردایی را نوازش کرد. بعد خم شد و خواست او را ببوسد که یکی از بلیت فروش های سر رسید و توی گوش او زد. سر و کله پاسبانی هم پیدا شد و مرد خیلی مهربان پا به فرار گذاشت. پسردایی گریه می کرد و هر دوی ما تا آخر برنامه مثل بچه های یتیم گشنه و تشنه چرت می زدیم و با هر صدای پایی از جا می پریدیم. خانم گرگه سر حال و خوش از تئاتر بیرون آمد. و وقتی فهمید که پسردایی روی سر و کله مردم بالا آورده قش و ریسه رفت آن شب مادر دعوای بدی با خانم گرگه کرد و به او گفت که باید از خانه ما برود او هم در جواب شانه هایش را بالا انداخت و تا آخر تابستان ماند خانم ناز زمین تا آسمان با خواهرش فرق داشت. لوس و نازک و, و ده سال از خانم گرگه کوچکتر است. خودش میگوید که اسم واقعیش نازبانوس و خانم گرگه می خندد. میگوید خواهر تا آنجا که من یادم میآید اسم واقعی تو فاطمه بود بچه های کوچه صدات میزدند فاطمه ریقو چطور شدی یک مرتبه نازملوس خانوم شدی خانم ناز همیشه وانمود می که حرفها را نمی حرفهایی را که دوست ندارد. صبح تا شب از ناخوشیهایش می گوید. اما تحمل شنیدن درد و بیماری دیگران را ندارد. گوشهایش را می بندد و بدبختی دیگران را مثل باد از یاد می برد. مدام از بیخوابی نالد. چشمهایش را خمار میکند آه می کشد و میگوید که تا سپیده ی صبح بیدار بوده و چشم روی هم نگذاشته است و من که اتفاقا شب را پیش او بودم میدانم که سرش نرسیده به بالش از هوش رفته و صدای خورخورش تا صبح بلند بوده است این خانم همیشه رنجور علکی دلخور به محض ورود پرده های اتاقش را میکشد در آن را از تو می بندد و اعلام می کند که با همه قهر است. دلیلش را فقط خودش می داند. اتصاب قضا می کند و بشقا به قضایش را دست نخورده پشت در اتاقش می گذارد یا توی سرسرا یا جلوی چشم همه به خصوص پدر. اما چمدانش پر از توت خشک و سوهان و نان نخوچی و, و انواع شیرینی هاست. مشت مشت میخورد و با شکم سیر میخوابد. سر میز نهار و شام حاضر می شود اما لب به چیزی نمی زند. پشت سر هم آه می کشد و گهگاه چند قطر اشک روی گونه های قرمزش می قلتد. خدا میداند این عشق ها را چگونه به چشم می آورد. می گوید که علاقه ای به زندگی ندارد و خوشحال است که به زودی تا آخر همین ماه خواهد مرد. چرا معلوم نیست. پدر میگوید که روز مرگ هر کس از پیش تعیین شده و باید همیشه آماده بود. خانم گرگی به ریش اسرائیل میخندد و قسم میخورد که تا به حال سه بار اسرائیل را از اتاقش بیرون کرده است. خانم ناز گوشهایش را میگیرد. رنگش مثل گچ می شود و از وحشت می لرزد. خدا میداند که چقدر از پیری و مرگ می ترسد و تا چه اندازه خودش را دوست دارد. آینه کوچکی دارد که زیر بالشش قایم می کند و به من می گوید که فقط زنهای ظاهر بین و دور از خدا به فکر زیبایی و ریخت و قیافه خود هستند. زنهایی مثل مادر و زندایی ها. زنهایی مثل او مقدس و خداشناس به جسم خود اهمیت نمی دهند و میدانند که این بدن مشتی خاک است و پشیزی ارزش ندارد. با این همه هر بار که از پشت پنجره نگاهش می کنم می بینم آینه کوچکش را از زیر بالشش درآورده و محو تماشای خودش است. زیر ابروهایش را بر می دارد. به چشمهایش سرمه می کشد و دانه دانه دندانهایش را با دقت و وسواس معاینه می کند. حساب چین و چروک های صورتش را دارد و تارهای سفید موهایش را با قیز از ریشه می کند. عاشق خودش است و به موی روشن و پوست سفیدش می نازد. خیال میکند فرنگیست و خودش را تافته جدا بافته میداند از ترس آفتاب پایش را از خانه بیرون نمیگذارد و پرده های اتاقش همیشه کشیده است صد جور چادر نازک رنگی دارد و نمازش را هر بار با چادری متفاوت میخواند انگار به مهمانی میرود نماز خواندنش هم همراه با قهر و ناز و است و به نظر میرسد که از خدا طلبکار است و از او هم به دلیلی نامعلوم گله دارد برای من هم چادر نمازی گلدار دوخته و وادارم کند پا به پای او نماز بخوانم. من نمازهایم را جمع میکنم و مال سه چهار روز را با هم میخوانم گاهی وقتها که عجله دارم جر میزنم و رکتها ها را کوتاه میکنم و سرتاق قضیه را هم میآورم. خانم ناز برایم از شیطان و جهنم و از چشم بزرگ و نامرئی خدا که همه جا هست و همه چیز را میبیند میگوید و دلم را پر از دلحوره های عجیب میکند. نگاه همیشه مراقب خدا را نه تنها توی تاریک ترین کنج باغ و صندوقخانه، بلکه توی فکرهای پنهانی و خوابهایم حس می کنم و می ترسم. زیر دوش از خجالت به خودم می پیچم و نمیدانم چگونه بدن برهنم را از آن چشم بزرگ پنهان کنم. خانم ناز برایم از گناه می گوید و گناه حسی تاریک و تلخ است. یک جور دلاشوبه و لرزش روده هاست. مثل بیدار شدن در نیمه شب وقتی بزرگترها خوابند یا نگاه کردن به ماه و آسمان و فکر کردن به چیزهای غیرقابل تصور مثل مردن، مثل ابتدای دنیا، مثل اندازه خدا. بعد برایم از جن و پری و شیطان می گوید، از ارواح کوچک و بدجنسی که توی اتاقها می لولند و چیزها را قایم می کنند و برای آدمها پشت پا می گیرند. بعضی شبها قصه کربلا را با آب و تاب برای من و حسن آقا که پشت در نشسته تعریف می کند و هر دوی ما از ته دلزار می زنیم. اما خانم ناز خودش هیچ وقت گریه نمی کند. اگر هم بکند به خاطر چیز دیگری است. بعد هم فوری زیر چشمهایش روغن تقویت می مالد و دو تکه پنبه خیس روی پلکهایش می گذارد و ساعتها به همین حالت روی تخت دراز می کشد. تمام ناز و ادایش برای شوهرش است. آقای حسام یا شازده حسام و دوله. بعضی وقتها هم حسام و سلطنه. بستگی به خوشخلقی یا قهر و بداخلاقی او دارد. اگر ناخوش و دلخور باشد، هزار بد و بیراه بار این شوهر بدبخت می کند. القاب قلابیش را از او پس می گیرد و او را گدا و بچه آخوند و مردک بی اسم و رسب صدا می کند. خانم گرگه می گوید، بابا اسم این بند خدا علی آقا منگول باف است. از کی تا به حال شده شازده حسام و آقای حسام هر که هست منگول باف یا شازده شوهر مطیع و صبوری است که برای زن بهانگی و نونورش می میرد و مثل سگ از او میترسد اتاقش جداست و حق ندارد بی اجازه وارد اتاق خانم ناز شود حق ندارد به ملافه یا چادر یا گوشه دامن او دست بزند می توی راه رو گوش به زنگ و دقیق شماری می کند تا احسار شود احسار شدنش اغلب برای انجام کاری است باید چمدان حمام خانم ناز را آماده کند. باید از زیر سنگ کم شده برای او خورمالو یا شاتوت یا پالوده شیرازی پیدا کند. باید خودش را به آتش بزند تا شاید خانم ناز دستی از روی رضایت بر سر و گوش او بکشد. مهمترین افتخار آقای حسام معاشرت با وزیر جنگ است. البته در عالم خیال. هر بار که به دیدن ما میآید میگوید رایتان خالی جناب وزیر جنگ چند روزی مهمان ما بودند همراه ایشان رفته بودیم به شکار پدر میخندد میگوید لابد به شکار ما رو اقرب و بلا فاصله به خانم ناز بر میخورد قهر میکند بشقاب غذایش را با دست پس میزند و به بهانه سردرد به اتاق خودش برمیگردد پیش روی دیگران با دقت و ادب به حرفهای شوهرش گوش می دهد و به دروغ های او سخت احترام می گذارد و آقای حسام تمام دروغ های دنیا را برای خاطر زنش می گوید و خودش هم باور می کند. نه تنها در کبیر و بیابان به شکار ما را اقرب می رود بلکه برای به دست آوردن دل خانم ناز با شیر و پلنگ هم کشتی می گیرد. قصه های دیگرش درباره سفرهایش به خارج است. قیافه خانم گرگه وقتی آقای حسام از سفرش به شهرهای مختلف اروپا میگوید تماشایی است. سکوت می کند اما چشمهای سیاهش برق میزند و تمام تمسخر دنیا روی لبهای باریک و بدجنسش میچرخد. چرخد. سیگار نیمه خاموشش را لای دندانهایش می فشارد و سرش را به علامت تایید که به چشمهای خانم ناز از هزار تا فوش بدتر است تکان می دهند. آقای حسام حافظه خوبی ندارد و تاریخ سفرهایش به فرنگ بین پنج تا ده سال پیش و پس می شود. گاهی تنهاست و گاهی همسفر وزیر جنگ است. هرچه هست به کمک این قصه هاست که خانم نازو را تحمل می کند و اجازه می دهد در جوارش به پلکت و مثل نوکری سر دستورات او را اجرا کند. خارج از معاشرت با جناب وزیر جنگ و دلاوری در شکار و سفر به فرنگستان، آقای حسام تبدیل به بخاری کمرنگ می شود و همراه گرد و غبار خیابان ناپدید می شود. من از این آدم چاق و چله که صورت گرد و سفیدش شبیه صورت بچه های خوب و مهربان است خوشم می آید و چشم های ساده و صدای ملایمش را دوست دارم. دلم می خواست عاشق خانم ناز نشده بود، برای خودش تار می زد، آواز می خاند, خوش بود و مجبور نبود دروغکی با وزیر جنگ معاشرت کند و به شکار حیوانات عجیب و غریب برود. وقتی شنید میخواهند برای من پیانو بخرند از خوشی کش و قص آمد توی گوشم گفت که موسیقی یک جور عبادت است آدم را به خدا نزدیک می کند ربطی به شکار حیوانات ندارد به من گفت من پیش از آشنایی با خانم ناز اهل ساز و آواز بودم وقتی می آدمها بیحال ها می شدند. قش و ضعف می کردند خدا شاهد است دست و پایشان شل می شد همین طوری شد که خانم ناز خاطرم را خواست صدایم را شنیده بود و قش کرده بود. اما روزی که زنم شد همان ساعت مهلت نداد و تارم را خورد کرد. اجازه نداد دهانم را باز کنم. گفت باید با وزیر جنگ دوست بشوی و بروی شکار. ما هم برای خاطر او شکار چی شدیم. وقتی اعتراف کردم که میخواهم نویسنده شوم خوشحال شد. موهایم را نوازش کرد و پیشانیم را بوسید. گفت که خودش هم یواشکی دور از چشم زنش شعر میگوید و کتاب بینوایان ویکتور هوگو را ده بار خوانده است این طوری شد که با هم دوست شدیم آقای حسام شعرهای مفصل و چرندش را برایم خواند و به من گفت که خیال دارد داستان زندگیاش را یواشکی و دور از چشم خانم ناز بنویسد و با اسم مستعار چاپ کند آقای حسام دو تا آدم است و دو تا زندگی دارد با اسمهای مختلف و من نمیدانم کدام یک از این دو آدم خود واقعی اوست. وقتی با من یا با حسن آقاست آدمی سر حال و بیخیال می شود. به گوبه خند و خودمانی و شلخته. کمی شبیه به خانم گرگه. منهای نیش زبان و بدجنسی او. عاشق ساز آواز است. پشت سینی زرد می گیرد و از هر فرصتی برای خواندن استفاده می کند. صدای خوبی هم دارد و می فهمم چرا خانم ناز عاشقش شده است. از من برای رسیدن پیانویی که مادر دستور خریدنش را داده بیقرارتر است. مدام میپرسد پس این پیانو چی شد؟ و از من قول گرفته بعد از اینکه نوازنده ماهر شدم به او تعلیم بدهم. همه این کارها و حرفها در قیاب خانم ناز است. در حضور او مظلوم و ساکت و سر به زیر می شود. تغییر قیافه میدهد انگار آب میرود گردنش کوتاه میشود دماغش کش میآید و قبقبی شلوول زیر گلویش می نشیند. ادای آدم های محترم را در می آورد و به دستور خانم ناز به ملاقات وزیر جنگ می رود. وزیر جنگ خیالی. خانم ناز تمام مدت از لای در یا از پشت توری پنجره ها مراقب اوست. تا می بیند خوشحال است یا با کسی دیگر سرگرم گفتگوست خودش را به ناخوشی می زند و آهناله راه می اندازد. نمی تواند تحمل کند کسی جز او به شوهرش نزدیک شود. انگار که آقای حسام خپله چیز توفه است. شاید برای همین است که بچه دار نشده. میگوید من خودم هنوز بچهم. این یک جور نازاشفه برای شوهرش است و با اینکه زن خرس گنده است ادای بچه های دو ساله را در میآورد. توک زبانی حرف میزند و آقای حسام قربان صدقهش می رود. خانم گرگه برعکس تا دختر پرمو و ششم و مشکی دارد که هر کدام مشتی بچه ی قد و نیم از شوهرهای مختلف دارند. اولی سه بار طلاق گرفته، دومی دو, دو بار بیوه شده است. جفت شوهرهایش در تصادف اولی با ماشین و دومی دو با موتور مردند. سومی تازه عروسی کرده و منتظر بچه است. خانم گرگه چشم دیدن دامادهایش را هم ندارد و متلک های آبدار بارشان می کند. پشت سرشان صفه میگذارد و جلوی دخترهایش آبرویشان را میبرد. دخترهایش هم دشمن او هستند و با افاده و اخوتوف از او دوری می کند. میگویند که از داشتن چنین مادر شلخته و بدزبانی خجالت میکشند و او را به خانهشان راه نمیدهند خانم گرگه که میگویند بوی از مهر و علاقه نبرده برای امیرخان پسر یکی یک دانه و عرقخورش میمیرد پیش او مثل موش میشود و صدایش در نمیآید نازکتر از گل به این پسر نمیگوید و ای از کارهای او ایراد نمیگیرد در قیابش حرف او را نمیزند اما فکر و ذکرش پیش اوست با هر زنگ در یا تلفن از جا می پرد و چشمهایش گرد می شود. هر بار که از بیرون برمیگردد از من میپرسد کسی برای او تلفن نکرده. میدانم که منتظر تلفن پسرش است و میدانم که بیخودی منتظر است. وقتی جواب منفی می دهم به روی خودش نمی آورد. شانه هایش را بالا می اندازد و مطلکی بار من یا خانم ناز می کند و می خندند. اما من که چشمهای شاد و شنگول و بدجنس او را می شناسم. می بینم که چقدر غم بزرگی ته چشمهایش خوابیده است و چقدر زور می زند تا خودش را بی اتنا و بی خیال نشان بدهد. یک عکس کهنه از او دارد که شبها زیر سرش می گذارد یا می جلوی رویش و ساعتها نگاهش می کند. امیر خان از آن مردهای بیکار و پفیوزی است که تا بی پول می شود یاد مادرش می افتد و سرکلش پیدا می شود. پدر میگوید که این ابله تنبل دار و ندار مادرش را برباد داده و عین خیالش هم نیست من بودم با یک اردنگی بیرونش میکردم و یک شاهی هم بهش نمیدادم اما خانم گرگه گوشش به این حرفها به نیست از زیر سنگ هم شده پولی تهیه می کند و توی جیب همیشه خالی پسرش می چپاند. امیرخان برخلاف خواهرهای سبزه و موسیاهش چشمهای اصلی رنگ و موهای مجعد بور دارد. شکل خانم ناز است. می تواند پسر او باشد. صورتش مثل قرص خورشید گرد است. دماغی باریک و سربالا و دهانی زیادی کوچک دارد. شکل دختر هاست. مدام در سفر است. سفرهای داخل ایران. سفرهای مشکوک با آدمهای عوضی. جا و مکان ثابت ندارد. گاهی وقتها ماه ها قیبش می زند و خانم گرگه ساکت و لاغر و مچاله می شود. کز می کند و توی خودش فرو می روید. اسم پسرش را به زبان نمی آورد. انگار از خبر بد وحشت دارد و نمی خواهد سراغ او را از کسی بگیرد. روزها ناپدید می شود و شبها بی خواب توی باغ قدم می زند. گاهی وقتها خودش را توی اتاق حبس می کند و دو روز تمام گرسنه و تشنه همانجا می ماند. کارهایش برخلاف خانم ناز بی سر و صدا و پنهانی است و دردش را بروز نمی دهد. از دکتر و دوا و آهناله بدش می آید. یک بار سخت مریض شد. داشت می مرد. سینه پهلو کرده بود و نفسش در نمی آمد. چهل درجه تب داشت لحاف را کشیده بود روی سرش و با کسی حرف نمیزد خورخور میکرد و صدای حیوانی زخمی از گلویش در می آمد. لب به دوا یا غذا هم نمیزد تنها چیزی که میخواست آب بود و سیگار کاسه پشت کاسه آب یخ می نوشید و باز آتش داشت هایش آدم را به وحشت میانداخت اما سیگار از لبش جدا نمیشد مادر یکی دو بار به سراغش رفت و خواست برایش دکتر خبر کند اما فایده نداشت هیچ کس حریف این زن لجباز یک تنده نمیشد تا اینکه اتفاقا امیرخان که باز بی پول شده بود از راه رسید و خانم گرگه از جایش پرید سرش را از زیر لحاف درآورد و جان گرفت با همان حال خراب پا شد پا به رهنه و صرف کنان خودش را به آشپزخانه رساند یک راست رفت سر یخچال گوشت های ای را که حسن آقا برای شام پدر توی پیاز خوابانده بود به سیخ کشید. کباب کرد و جلوی پسرش گذاشت. اشتهای خودش هم باز شد. برای خودش هم لقمه گرفت و نصف بیشتر نان بربری را با ماست و پیاز خورد و سر شوخی و خندهش باز شد. انگار نه انگار که داشت میمرد. سرفه هایش بند آمد و دو روز نگذشته توی کوچه ها بود. خانم ناز تمام این مدت ملاقات با خواهر بیمارش را قدقن کرده بود و از ترس سرایت بیماری او آقای حسام را هم در اتاقش زندانی کرده بود. من را هم نزدیک به خودش راه نمیداد. تا شنید که سر و کله امیرخان پیدا شده در چمدانهایش را قفل کرد. پولها و علنگوهای طلایش را زیر بالش گذاشت و صاف و پوسکنده اعلام کرد که این پسر دستش کج است و سال پیش گوشواره های او را بلند کرده است. مادر هم از بودن امیرخان در خانه ما ناراضی بود اما حوصله مخالفت و در افتادن به خانم گرگه را نداشت آقای حسام تنها کسی بود که با آغوشی باز و لبخندی بزرگ به استقبال امیرخان رفت و مثل پدری مشتاق و مفتخر او را بغل کرد و گونه هایش را بوسید خانم ناز از حسادت تب کرد رفت توی مستراح انگشتش را تا ته حلقش فرو کرد و غذایش را بالا آورد در تمام این مدت خانم گرگه از خوشی بشکن میزد و چشم از به سرش بر نمی داشت. امیر خان جوری پف کرده بود و وقت حرف زدن نفس نفس میزد. شبیه زنهای تریاکی شده بود. لبهایش مثل همیشه ترگل و ورگل نبود و پوست سفیدش به زردی میزد. خانم گرگه رخت خواب خودش را به او داده بود و سینی غذایش را وقت نهار و شام به اتاقشان میبرد. از لایه در دیدم که پاهای امیرخان را میمالد و شانه و پشت او را مالش میدهد. شب هم جوراب ها و لباس های زیر او را شست. روی بند آویزان کرد و خاک کفش هایش را گرفت. امیرخان تا ظهر می خوابید. توی رخت خواب هم سیگار میکشید و دوست داشت خانم گرگه پشتش را بخاراند. وقتی سر حال بود آخرین شوخی های بدی را که شنیده بود برای مادرش تعریف می کرد و خانم گرگه از ته دل می خندید. دو تایی آدم ها را دست میانداختند. مسخره می کردند. ادای خانم ناز، مادر، دایی ها و دوستان شیکوپیک و فرنگ رفته مادر را در می آوردند و قش و ریسه می رفتند. آقای حسان با حسرت به رابطه نزدیک و هرهر و کرکر این مادر و پسر نگاه می کرد و از ترس زنش جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. از که می شد خانم گرگه زیر درختها کنار جوی آب قالیچه می انداخت. چند تا بالش هم می آورد و جایی گرم و نرم برای امیرخان درست می کرد. یک کاسه ماست و خیار و نان و تهمانده غذای ظهر را هم می آورد و همه را بخورده به خورده پسرش می داد. گاهی وقتها برای او لقمه می گرفت. قش را لیس میزد، آن را پر از ماست و پلو می کرد و توی دهان نیمه پر امیر خان می چپند. خانم ناز و شوهرش مثل زندانی های غمگین از لای پنجره نگاه میکردند. خانم ناز سرش را با اخ و توف و انزجار تکان میداد و از حسادت به خودش میپیچید. آقای حسام برعکس با مهربانی و حسرت به آنها نگاه می کرد و اگر از زنش نمی ترسید کنار امیرخان روی قالیچه لم می داد و یک دهن آواز می خند. شاید ته استکان عرقی هم بالا می و از ته دل می خندید. چند شب بعد خانم ناز برای خودشیرینی ماجرای مشروب خوری امیرخان را با شرم و حیا و صدای نازک و بچگانه برای پدر تعریف کرد. گفتیم پدر همین الان خانم گرگه و پسرش را از خانه بیرون می اندازد. اما برخلاف انتظار پدر اخمهایش را در هم کشید. گفت که زشترین کار بدگویی پشت سر آدم هاست. خانم ناز سرخ و سفید شد. خواست قش و ضعف کند که پدر سرش داد کشید. به او گفت که میخواهی خودت را به ناخوشی بزنی و علم شنگه راه بیاندازی می روی تو اتاقت فردا هم بر می گردی به خانت. پیروزی بزرگی برای خانم گرگه بود. امیرخان که پیش خودش فکر میکرد پدر طرفدار اوست کت و شلوار پوشید کراوات زد و سر میز شام حاضر شد تا از پدر تشکر کند پدر محل سگ به او نگذاشت و جواب سلامش رو هم نداد شبها خانم گرگه و امیرخان غیبشان میزد و دیر وقت برمیگشتند بیشتر وقتها به دیدن فیلم های هندی یا فارسی که پر از رقص و آواز بودند میرفتند و برای من تعریف میکردند یک بار هم امیرخان و مادرش یواشکی من را به همراه خودشان به سینما بردند. سینما ری سالن روباز تابستانی داشت و ما ردیف جلو نشستیم. فیلم شروع نشده پاره شد و امیرخان سوت کشید. مردم هم به تقلید از او سوت کشیدند. خانم گریه یک پاکت تخمه خریده بود و پوست تخمه ها را توی هوا فوت می کرد. فیلم که شروع شد مردم هو کردند و داد کشیدند و معلوم شد که حلقه ی فیلم را اشتباهی گذاشتند. بیشتر آدم ها تمام صحنه های فیلم را حفظ بودند و دفعه سوم یا چهارمی بود که به دیدن آن می آمدند. ها روشن شدند، مردم اعتراض کردند. خانم گرگه پا شد، ایستاد و فوش داد و امیرخان سود کشید. هوا هم یک مرتبه طوفانی شد و باد و گرد و خاک توی حلق ها و چشم ها رفت. فیلم شروع شد و مردم هورا کشیدند. چند قطره باران روی سر و صورتم افتاد و خانم گرگه چادر نمازش را روی سر من کشید. مردی که کنار امیرخان نشسته بود سواد نداشت و از او خواست نوشته های فیلم را بلند بلند بخواند تا او هم بشنود. نیم ساعت نگذشته بود که امیرخان خوابش برد و خور بلند شد. زنی که ردیف جلوتر نشسته بود برگشت و محکم به زانوی امیرخان کوبید. خانم گرگه مثل ترقه منفجر شد و دو دستی توی سر زن زد. زن داد کشید و فوش داد و خانم گرگه جوابش را داد و مردم داد کشیدند ساکت و امیرخان از خواب پرید نزدیک بود دعوا شود که خوشبختانه باران گرفت از آن باران های شور شور چراغ ها روشن شد و جمعیت با به فرار گذاشت قرار شد بلیط ها را نگه داریم فرداشب شب برگردیم و باقی فیلم را ببینیم فرداشبی برای من در کار نبود همان شب سرمایه سختی خوردم و مجبور به اعتراف شدم که البته گناهی نابخشودنی بود با آمدن خانوم ها فکرهای ساده و کوچکم هم در هم ریخته و گیج گیجی می خورم. دنبال آنها می دوم اما به جایی نمی رسم. حس می کنم زیر پایم خالی شده و به جایی محکم و مطمئن مثل سابق متصل نیستم. دنیای روشن و معقول خانه شمیران در مقابل حجوم خانوم ها عقب نشسته و قدرت خودنمایی ندارد. آدم های خوشبوش و معدب همیشگی تبدیل به اشباهی رنگ باخته شدند و به نظرم پوک و پوشالی میآیند. مادر از نزدیکی من به خانم ها وحشت دارد و با نگاهی مشکوک به چادر نماز گلدار و سجاده نمازی که خانم ناز به من داده نگاه می کند. منتظر از تابستان زودتر تمام شود و مهمان ها به شهرشان برگردند. هر شب جمعه روزخانی جوان و پر رو به دعوت خانم ناز به خانه ما میآید آید و پای تخت او می نشیند و دو ساعت تمام از خدا و امام ها و پیغمبر می گوید و من را به دنیای دیگر می برد. حسن آقا و رقعی زن باغبان هم می آیند و حسابی گریه می کنند. به محض رفتن روزخان همه ی های او از یادشان می رود. اما من تمام شب و روزهای بعد به خدا و دنیای بعد از مرگ فکر می کنم و نمی توانم مثل آن وقتها سبکبار و بازیگوش همراه مادر به خیابان اسلامبول بروم. خانم گرگه و پسرش از هر فرصتی برای دست انداختن من استفاده می کنند. امیرخان به من میگوید که هیچ کس تا به حال با دوز و کلک به خدا نزدیک نشده و خدا دشمن آدمهای ترسو و متظاهر است. منظورش خانم ناز است. خانم گرگه رک و راست به من میگوید که خواهرش دروغ گوست و حرفهایش همه کشک است. راست یا دروغ حرفهای خانم ناز و ترس از خدا و آتش جهنم توی بدنم ریشه دوانده و از من دختر بچه‌ای حراسان و لرزان ساخته است. هیچ چیز همیشگی و استوار نیست. چون خدا قادر است آن را جابجا کند و از میان بردارد. خورشید، ستاره ها، زمین همه به موی بند هستند و اگر خدا بخواهد می تواند روز را شب، و دریاها را خشک و کوه ها را معلق در آسمان و هوا را تبدیل به سنگ و تمام آدمها را له و لورده کند. حتی از فرو دادن لقمه ای که توی دهانم است وحشت دارم و می ترسم که راه طبیعی و همیشگیش را طی نکند و وارد عضوی دیگر از بدنم شود. چه کسی می تواند تضمین کند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و خداوند چنین کاری را نخواهد کرد؟ یا اینکه نظام طبیعت به همین شکل که تا کنون بوده ادامه خواهد داشت. خانم ناز می گوید که باید نماز خواند و دعا کرد. خدا اگر از بنده هایش راضی باشد، کارهای عجیب و غریب نخواهد کرد. ماه رمضان پا به پای او روزه می گیرم. ده روز و از شدت ضعف تلو تلو می خورم. خانم ناز راحت و آسوده بدون نقنق تشنه و گرسنه تمام روز میخوابد و آقای حسام هر غروب انواع میوه ها و خوراکی ها و غذاهای رنگین را برای افتار او تهیه می کند. من از قدرت خانم ناز در تحمل گرسنگی تعجب می کنم و اراده محکمش را به حساب نماز و دعا و عبادت می گذارم. آقای حسام هم روزه می گیرد و رنگ به صورت ندارد. دست و پایش می لرزد و زبانش را به لبهای خشکش می کشد. هوا عجیب گرم است و تشنگی آدم را میکشد. آقای حسام میگوید که اگر آدم یادش برود و آب بنوشد یا از روی حواس پرتی و ندانسته چیزی بخورد، روزش باطل نمی شود. هر بار که موچ او را در حال نوشیدن آب یخ میگیرم میگوید: ای داد، حواسم نبود، یادم رفت. خدا میبخشد. مادر از روزه گرفتن من عصبانی است و میترسد مریض شوم. میگوید که روزه گرفتن خانم ناز ادا و کلک است زیر بالشش پر از میوه‌های خشک است و تا سر آدم‌ها را دور میبیند مشت مشت میخورد. باور نمی کنم. با خودم می گویم که مادر با خانم ناز بد است و میخواهد من را از او دور کند. خانم گرگه هم همین را میگوید و جلوی چشم من که دارم از گرسنگی قش می کنم هندوانه آبدار را گاز میزند. میگوید. بچه یه خر اگر باور نمی کنی که نازملوس خانم کلک می زند برو از سوراخ کلید نگاه کن. نزدیک ظهر است که صدایم می زند. می گوید بودو برو از پشت پنجره نگاه کن. آقای حسام زیر سایه درخت ها توی باغ خوابیده است. آب مفصلی نوشیده و طبق معمول از خدا به خاطر حواس پرت و خرابی حافظ معذرت خواسته است. میروم پشت پنجره. سرک می کشم. خانم ناز دارد موهای پشت لبش را بر می دارد. دهانش می جنبد. دستش را زیر بالش می برد و یک تکیه بزرگ سوهان بیرون می کشد و می خورد. رویش هم دو تا لیوان آب یخ می نوشد و باز مشتی توت خشک توی دهانش می چپاند. باورم نمی شود. دلم می خواهد خفهش کنم. در اتاقش را باز می کنم. از جایش می پرد. دهانش پر است. آینه را مثل برق زیر تخت می اندازد و صورتش را توی بالش فرو می کند. قلبم تند می زند. خجالت می کشم. حس می کنم سرم کلاه رفته و تمام نمازهایم باطل شده است. خانم ناز با عجله لغمش را قورت می دهد و با دهان خالی دروغی غمیازه می کشد. وانمود می کند که هیچ اتفاقی نیفتاده اما چشمهایش از شدت عصبانیت چپ شدند و پرهای دماغش میلرزند. آقای حسام هم از روز خاری زنش با خبر است. در تمام این مدت می دانسته اما به من و به خودش دروغ می گوید. از من میخواهد این اتفاق را که اشتباه محص بوده برای کسی بازگو نکنم. وقتی به او میگویم که با چشمهای خودم دیدم سرخ می شود و سرش را پایین می اندازد. دستم را می گیرد موهایم را نوازش می کند و زود صحبت را به جای دیگر می کشند. می میپرسد: پس این پیانو چی شد؟ جوابش را نمی دهم و دستش را کنار میزنم. میگوید نیت پاک مهم است یک تکه سوهان که اهمیت ندارد خدا خودش هم گاهی وقتها جر میزند خانم ناز با من دشمن شده گرچه ماجرای کلک زدنش را به کسی نگفتم و به شوهرش دستور داده تنبیه هم کند و جواب سلامم را ندهد آقای حسام از دور با اشاره چشم و ابرو چیزهایی از من میپرسد و به من میفهماند که دوستی او با من مثل همیشه سر جایش است و ربطی به دستور خانم ناز ندارد آخرین ماه تابستان داختر از ماه دیگر سنگین و کند و تنبل می و هیچ اتفاق تازهی نمی افتد. رفتن به شهرستانک برنامه ییلاق تابستانی امسال تعطیل شده و پدر آنچنان گرم کار و سیاست و وکالت است که دقیقه ای برای ما وقت ندارد. گاهی وقتها خسته از حرف خدا و گناه و مرگ و روز قیامت به دنبال دست محکم و مطمئن او می گردن. دلم میخواهد به عقل و اراده آهنین او آویزان شوم و پشت پا به دنیای تاریک خانوم ها بزنم. دلم برای مادر و بوی شیرین دستهایش تنگ شده و با حسرت به رفت آمده خوشبخت آن سمت خانه نگاه میکنم. رسیدن پیانوی دومدار که شبیه به حیولای عظیم و جادویی است دیواری میان من و خانوم ها می کشد. مادر مهمانی بزرگی به افتخار این اتفاق فوقلاده مهم می دهد. پیانوی دمدار را توی اتاق ناهارخوری به سالن پذیرایی میگذارند و رویش را با ملافه گلدار میپوشانند. حسن آقا از این مهمان غریبه که بزرگتر از ماشین پدر است میترسد و با احترام به آن سلام می کند. خانم ناز ورود آن را به فال بد میگیرد و به گوش همه میرساند که با بودن این دستگاه شیطانی نماز روی زمین و زیر سقف خانه ما حرام است و به زودی از پیش ما خواهد رفت. خانم گرگه کاری به این جور چیزها ندارد و سخت درگیر کسافتکاری های پسرش است. امیرخان خانه او را به اسم خودش کرده بود و آن را در قمار باخته است. دخترهایش هر روز به خانه ما میآیند آیند و با او جنگ و دعوا می کنند. خانم گرگه می گوید خانه خودم بود دلم خواست آن را به اسم بچه هم بکنم. باخت که باخت خوب کرد. نوش جانش فرش زیر پایم که سهل است جانم را هم بخواهد می دهم. آقای حسام از این ماجرا و شلوغی استفاده می کند و خودش را به پیانوی دومدار من می رساند. چشمهایش از شدت تحسین گرد می شود و دهانش باز می ماند. درش را باز می کند و آهسته یکی از کلیدها را فشار می دهد. بعد دستش را یواش روی تمام کلیدها می کشد و مرتب می گوید به مبارکت باشد. خدا مادرت را حفظ کند. خوشا به حالت. معلم پیانو خانمی لهستانی است که بوی تند عرق تن و شراب مانده می دهد. وقت درس دادن آه می کشد و به چیزی دیگر فکر می کند. اغلب نیمه مست است و به محض نشستن اشکایش راه می افتد. مادر می گوید که این زن یهودی است و تمام خانوادهش را در زمان جنگ از دست داده است. نواختن پیانو مثل روزه گرفتن خانم ناز است. دروغی است. به خصوص اینکه پیانو با وجود هیکل گنده و با ابهت در بوداقون و قرازه است و صدایش در نمیآید. بیشتر کلیدهایش شکسته است. بعضی از آنها فرو نمی روند. چند تای دیگر وقتی فرو می روند در نمی آیند و باید چندین بار رویشان کوبید. مادام حالیش نیست و غرق در خاطره ها و فکرهای خودش است. آقای حسام از همه بیشتر نگران است. تشویقم می کند و از من می خواهد درس اول دو ر می فا سل لا سی دو را برایش بنوازم. البته کلید سل صدا ندارد و کلید لا قرچ می کند. کلید فا وزی شبیه به سوت زنبور دارد و صدای کلیدهای سمت راست قسمت آخر آنچنان تیز است که مثل سوزن توی گوش فرو می رود و مو را به تن آدم سیخ می کند. خانم ناز آمدن معلم نقص پیانو را بهانه می کند و تابستان تمام نشده از پیش ما می رود. می بینم که چشم های مهربان آقای حسام پر از اشک است و دلم برایش می سوزد. با رفتن خانم ناز قهرها و حسادتها ها و دوبه همزنی های موزیانه هم از خانه ما می رود. و قصه های مادام لهستانی و قصه های او داستان مرگ خانوادهش در اردوگاه و یهودی و کوره های آدم سوزی جانشین می شود. از نواختن پیانو بیزارم. حس می کنم زندانی هستم و هیچ کس زبانم را نمی فهمد. هنوز هم با یک جور ترس مچهول که ته قلبم ریشه کرده نماز می خانم. یک روز در میان و فکر خدا و دنیای بعد از مرگ رهایم نمی کند. میان نواختن پیانو و عبادت و گناه می چرخم و به هیچ کدام اعتقاد ندارم. خانم گرگی جایی ندارد برود. خانهش را از دست داده و دخترهایش چشم دیدن او را ندارند. از امیرخان خبری نیست و این بیخبری او را از درون میخورد بد اخلاق و بیحوصله شده و با همه سر دعوا دارد روزها صبح زود از خانه بیرون می رود و بعضی شبها بر نمی گردد. خدا میداند کجا می ماند. می دانم به سینما و تئاتر هم نمی رود و حدس می زنم دنبال پسرش می گردد. مادر هم نگران شده و یکی دو بار از پدر راجع به امیرخان پرسیده است. پدر می گوید بادم آفت ندارد. و شانه هایش را بالا می اندازد. صبح زود روز جمعه است که تلفن زنگ می زند. پدر را می خواهند. کاری فوری است. پدر هر روز کله سحر برای پیاده روی از خانه بیرون می رود و هنوز برنگشته است. از شهرستان زنگ می می‌گویند بسیار مهم است. باید با کسی از خانواده ما حرف بزند. مادر خواب است. من بیدار شدم و گوشی را از دست حسن آقا می گیرم. صدای ضعیف از ته چاه چیزهایی میگوید و قطع می شود. یک ساعت بعد دوباره تلفن زنگ می زند. خانم گرگه بیدار شده است. گوشش همیشه به زنگ تلفن یا در خانه است. موهایش آشفته است و زیر چشمهایش به سیاهی میزند. اول صبح ناشتا با شکم خالی سیگار می کشد. خیره خیره به من نگاه می کند. حرف نمی زند. باز از شهرستان است. از تبریز. پدر را می خواهند. خانم گرگه گوشی را میقاپد و داد می کشد. تلفن خرخر کند. اتفاق بدی افتاده است برای کی میپرسند شما کی هستید خانم گرگه بیحوصله و کلافه است بلندتر داد میکشد نزدیک از گوشی تلفن را قورت بدهد میگوید به تو چه من کی هستم حرف بزن جان بکنی چه اتفاقی افتاده برای کی مادر از سر و صدا و زنگ تلفن بیدار شده است آهسته از پله ها پایین میآید گوشی را از دست او می گیرد با کسی حرف می زند اول درست نمیفهمد خواهش می کند بلندتر تکرار کنند اسم امیر خان را میشنود و چندین بار می گوید؟ بله امیرخان بله صدا نمی نمیآید لطفا بلندتر حرف بزنید چی شده؟ بله 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 کی دیروز؟ و من می بینم که رنگ مادر سفید و سفید تر می شود گوشی تلفن را از گوشش دور می گیرد و مبهوت به خانم گرگه نگاه می کند. حرف نمی زند. صدایش در نمی آید. اتفاقی بد افتاده است. خیلی بد. مطمئنم. خانم گرگه هم حدسهایی زده است. صدای گروپ گروپ کوبیدن قلبش را می شود شنید. گوشی را می قاپد. چشمهایش دارد از حدقه در می آید. گوش می دهد. حرفها را می شنود. کلمه به کلمه. اسم امیرخان را تکرار می کند. گوشی از دستش میافتد. اول ساکت است. مات و مبهوت خوشگش زده است و بعد یک مرتبه داد می کشد. از آن دادهای خفه ای که مال آدم ها نیست. یک جور زوزه است. زوزه حیوانی در حال مرگ. به خودش میپیچد، پیچد. دستها و انگشتانش را گاز می گیرد. می قرد و سرش را به دیوار می کوبد. حسن آقا دستم را می کشد. می لرزد. سعی می کند دورم کند. با مشت به سینهش میکوبم. میدوم برای خانم گرگه آب بیاورم. لیز میخورم و از پله ها معلق میشوم. با خودم تکرار میکنم. امیرخان مرده. و دلم آشوب میشود. تنم یخ کرده و روی کاشی های آشپزخانه استفراغ میکنم. مادر خانم گرگه را توی بغلش گرفته و سعی دارد آرامش کند. موهایش را نوازش می کند. سر و صورتش را می بوسد. داد میکشد پس این آب چی شد؟ و حسن آقا از جایش می پرد. میدود به من میخورد و فوشم میدهد خوشبختانه پدر از راه میرسد به مادر و خانم گرگه نگاه میکند و نگاهش سرد و آرام است قصه های او با مال ما فرق دارد دردهایش از جنس دیگر است و سر و صدا و رنگ و بو ندارد اشکای مادر سرازیر شده و دستهای ظریفش میلرزند خانم گرگه مثل حیوانی زخمی میقرد و صدای عجیب و غریب از خودش در میآورد پدر از ماجرا خبر دارد میگوید که شب پیش به او خبر دادند. مادر باورش نمی شود. می پرسد، پس چرا نگفتی؟ پدر خونسرد است. میگوید هر کاری وقتی دارد. مادر دستهایش را جلوی صورتش می گیرد. خونسردی پدر را به حساب بیرحمی میگذارد و به سرعت دور می شود. من عاشق سکوت و سردی آرام کننده ی این آدمم. با آمدن او چیزهای پراکنده جمع جور می شود و سر جایشان قرار می گیرند. پدر دستش را رو روی سر خانم گرگه میگذارد سرش را با افسوس تکان میدهد لیوان آب را از دست حسن آقا میگیرد و به لبهای خشک او میچسباند میگوید این پسر عاقبت خوشی نداشت خدا بیامرزدش و به تو صبر و قدرت بدهد قضیه روشن است امیرخان مرده لابد از بس عرق خورده یا تریاک کشیده این را من هم میتوانم حدس بزنم سکته کرده باید رفت و جنازهاش را آورد کارها به عهده پدر است. شنگ و شیبن ندارد. اتفاقی است که افتاده. کاری است که شده. نمیتوان به عقب برگشت. باید پذیرفت. به همین سادگی. باید به دخترها و دامادهای خانم گرگه خبر داد. باید روز ختم را تعیین کرد و برای روزنامه ها آگهی فرستاد. پدر به دفتر کارش می رود و به ما میفهماند که باید عاقل و صبور باشیم و بدانیم که مرگ اتفاقی ساده است. خانم گرگه توی این دنیا نیست و این حرف سرش نمی شود. مجلس ختم و تشریفات عزاداری به دردش نمی خورد. نشسته روی زمین و بدن سنگینش مثل پاندول ساعت به چپ و راست می رود و برمیگردد. کسی جرأت نزدیک شدن به او را ندارد. دکتر کوسری سراسیمه از راه می رسد. مادر خبرش کرده است. می خواهد به خانم گرگه آمپول بزند. می ترسد. او را می شناسد. آمپول به دست مردد ایستاده است. مادر صورت و چشمهای اشکالودش را شسته و لباس سیاه پوشیده است. به کمک دکتر کوسری میشه شتابد. سر و دست خانم گرگه را می بوستد. التماسش می کند. دکتر کوسری خم می شود. دستش به بازوی خانم گرگه نرسیده آمپول و خودش به گوشهی پرت می شود. خانم گرگه زوزه می کشد و روی زمین می خزد. او را به حال خودش میگذاریم تمام روز نشسته روی زمین تکان تکان میخورد چشمهایش بسته است گریه نمیکند حتی یک قطره اشک از لای پلکایش بیرون نمی آید. با خودش حرف می زند. هایش را می کند. لبهایش را می جود یا گوشه چادرش را لای دندانهایش می فشارد. زانوهایش زخمی است. خودش را می خراشد و با مشت به سینهش می کوبد. دوست دارد خودش را زجر بدهد و تک تکه کند. از ناز و نوازش و مهربانی بدش می آید و دو بار تا کنون دست مهربان مادر را گاز گرفته است. مادر با نگرانی به من نگاه می کند. دیدن درد و رنج و شنگ و برای من قدغن است. همینطور رفتن به سر خاک و مجلس عذا. برای مادر مرگ اتفاقی غیر طبیعی است که نباید حرفش را زد. نباید اسم آدم مرده را به زبان آورد یا عکسش را سر بخاری گذاشت. باید مرده ها را فراموش کرد و حرفشان را نزد. به خصوص بچه ها نباید از مرگ آگاه شوند و بفهمند که زندگی پر از درد و رنج و بدبختی است. من را به خانه یکی از دایی ها فرستند و وقتی برمیگردم از خانم گرگه خبری نیست. مادرم میگوید که بدون خداحافظی رفته و هیچ کس از او خبر ندارد. آقای حسام به محض شنیدن خبر مرگ امیرخان رنگ پریده و مریض احوال به دیدن ما میآید. میگوید که امیرخان را مثل پسر خودش دوست داشته و زارزار زار گریه می کند. می ته باغ و دور از چشم همه یک دهن آواز سوزناک میخواند. خانم ناز همراهش نیست. من را بغل می کند و با خیال راحت سر و صورتم را میبوسد. یک ماه بعد دوباره از شهرستان بر می گردد تا دوا و پارچه و کفش و جوشانده های مخصوص زنش را از بازار تهران بخرد. میگوید که خانم گرگه را در کوچه های دور ته شهر دیدند. با خودش حرف میزده و سر و دیوانه ها را داشته است. خانم گرگه را دیگر نمی بینم. خبرش گهگاه به گوشمان میرسد. به دیدن دخترهایش هم نمی رود. پدر تنها کسی است که میداند او کجاست اما به ما نمیگوید اول هر ماه توسط کسی که اسمش را به ما نمیگوید برایش پول میفرستد و من مطمئنم که این واسطه آقای حسام است تابستان بعد خانم ناز پیغام میدهد که عازم سفر خارج است احتمالا بلژیک و نمیتواند به دیدن ما بیاید این دهمین ده باری است که خانم ناز تصمیم میگیرد سفری به فرنگ بکند و بعد لحظه آخر به دلیلی مجهول از رفتن منصرف می شود. بلژیک از آن جاهای دنیاست که از فکر خانم ناز بیرون نمی روید و هیچ کس دلیل علاقه او را به این مملکت نمی داند. اگر از او بپرسند بلژیک کجاست مطمئنا جوابی سربالا خواهد داد. اما این بار قضیه جدی است. آقای حسام دل به دریا زده کارهای خودش و خانوم ناز را کرده و به راستی آزم بلژیک هستند اول که باورمان نشد تا اینکه آقای حسام بلیط های هواپیما را نشانمان داد و قسم خورد که این بار به راستی آزم سفرند مادر به فرودگاه رفت و سوار شدنشان را به چشم خودش دید من برای آقای حسام خوشحالم و میدانم که سالهای سال داستان این سفر را با آب و تاب برایمان تعریف خواهد کرد قرار است یک ماه بمانند و از آنجا سری هم به پاریس بزنند. اما چند روز بعد خبر می که برگشتند. خانم ناز همان روز اول از بالای پله برقی معلق شده و پایش شکسته است. دو روز توی بیمارستان بوده، دو روز هم زندانی در اتاق هتل. با این همه از سفرش به بلژیک رازیست. از خیابانهای پهن و پردرخت آنجا می گوید. از تمیزی شهر و صداقت مردمانش. تعریف می کند که کتش را روی نیمکتی در پارک جا گذاشته. یک ساعت بعد برگشته و آن را پیدا کرده است. و این داستان را تا به حال صد بار تکرار کرده است. از اتاق هتلش هم تعریف می کند. تنها جایی است که دیده. از کاغذ دیواری گلدار و رو تختی سفید و پرده های مخمل سبز رنگ. از ساعت طلاکاری پایدار که سر وقت زنگ می زده. از کلیسای آن سوی خیابان با مجسمه ی حضرت مریم بالای درش و ناقوسی که تمام شب سر ساعت معین می و خدمتکار موبور و چشماوی هتل کمی شبیه خودش که موهایش را مثل خربوزه بالای سرش جمع می کرده پیشوند سفید می بسته و می دانسته تهران کجاست. خانم ناز بعد از این اتفاق نازک نارنجی و بچه تر شده است. از راه رفتن می ترسد. چهار به آقای حسام می چسبد و اجازه نمی دهد دقیقه ای از کنارش دور شود. دیگر به خانه ما نمی آید. خانه ای وسط شهر اجاره کردند و مقیم تهران شدند. ما عید به عید به دیدنش می رویم. هر بار هم خودش را به مریضی میزند و از جایش بلند نمی شود. محال از جلوی مادر لنگ بزند و نقص جسمانیش را نشان بدهد. موهایش را هم رنگ کرده بور بور شبیه به خدمتکار بلژیکی و به صورتش پودری مثل گچ میمالد هنوز هم وقت حرف زدن ناز و اطوار میآید و عدای دخترهای جوان را در میآورد آقای حسام برعکس یک مرتبه پیر شده و دست راستش میلرزد سبیل و موی سرش را به دستور زنش رنگ کرده و کراوات میزند کراواتی قرازه مال عهد بوغ وقتی مهمان ندارند گیوه پا می کند. اما وقتی ما به دیدنشان می رویم، کفش چرمی می پوشد و دگمه های کتش را می بندد. خانم ناز بعد از ازدواج به او لقب شازده حسام و سلطنه داده و از او آدمی مهم و محترم ساخته است. آدمی در شعن معاشرت با وزیر جنگ. چهار سال بعد وقتی پانزده سالم است برای خداحافظی و رفتن به آمریکا به دیدن خانم ناز می رویم. آقای حسام خانه نیست. خانم ناز می گوید ایشان برای معالجه به خارج رفتند. با من همچنان قهر است. دستش را دراز می کند تا بشقاب پسته را از روی میز بردارد که آینه کوچکش از زیر پشتی سندلیش می افتد. همان آینه آشنا. برش می دارد. خودش را توی آن نگاه می کند. آه می کشد و می گوید آینه هم آینه های قدیم. ننه خانم خدمتکار پیر او برایم چای می آورد. و ظرف سوهان را جلویم می گیرد تا بر ندارم ولکن نیست. تا به حال سه تکه خوردم و ته گلویم می سوزد. قورت نداده ظرف دیگری را جلویم می گیرد و کفرم را در می آورد. می دانم که اگر نخورم به خانم ناز بر می خورد. تحمل قهر و گلایش را ندارم. آخرین تکه سوهان را توی مشتم نگه میدارم و وقتی خانم ناز حواسش نیست آن را توی گلدان می اندازم. دستم نوت شده و انگشتانم به هم می چسبند. باید دستم را بشویم. میدانم که دستشویی خصوصی خانم ناز پشت اتاق خواب اوست و بی آنکه منتظر راهنمایی او بشوم در اتاق خوابش را که متصل به اتاق نشیمن است باز می کنم و خودم را به دستشویی می رسانم. اعتراض گنگ خانم ناز را می شنبم. ننه خانم هم انگار دست پاچه شده است. دو قدم به دنبالم می آید و منصرف می شود. میدانم که خانم ناز وسواسی است و دوست ندارد کسی از دستشویی اختصاصی او استفاده کند اهمیت نمیدهم تونتون کارهایم را میکنم و میآیم بیرون چراغ اتاق خواب خاموش است پرده ها کشیده است جلوی پایم را نمی بینم وسط اتاق هستم که صدایی به گوشم می خورد صدای یک جور هیس هیس مسترب نگاه میکنم. کنم سایه از دور به من اشاره می کند کسی کوچک به اندازه یک بچه توی تخت پای دیوار خوابیده است. جلوتر می روم. مردی تاس با چشم های پف کرده نگاه هم می کند. انگشتش را به علامت سکوت روی لبش می گذارد. می گوید خانم ناز به فهمت عصبانی می شود. آقای حسام است. آقای حسامی که آب رفته و موهای سرش ریخته است. دستم را می گیرد. می لرزد. دستم را فشار می دهد و میخواهد صورتم را ببوسد. بوی زخم و دوا میدهد. بوی تب و بیماری نفس نفس میزند هیجان زده است دست به سر و صورتم میکشد میگوید به به ماشالله چه بزرگ شده ای هنوز پیانو میزنی میخواهم پرده را کنار بزنم میخواهم صورتش را ببینم میپرسم چرا تو تاریکی نشسته اید؟ میگوید به خانوم ناز حرفی نزن نمیخواهد کسی من را به این شکل ببیند شاید هم حق دارد می خواهم داد بکشم میخواهم چراغ را رو روشن کنم و بگویم که این مرد به همین شکل از همه شماها بهتر و خوشگلتر است اما مرتب اشاره میکند که ساکت باشم میپرسد مادر جانت هم هستند سرم را تکان میدهم حال پدر و برادرم را میپرسد و بغز میکند ملافه را روی صورتش میکشد و صرفه هایش را از ترس خانم ناز قورت میدهد با دست اشاره میکند که برو زود باش و سر انگشتانم را برای آخرین دفعه محکم می فشارد. خانم ناز با نگاهی مشکوک پایم را برانداز می کند و حرفی نمیزند شاید فهمیده که برای بار دوم مچش را گرفتم. سرش را پایین می اندازد و برای آنی خود واقعیش می شود. بدون نقاب. خود پیر و درماندهش بدون ادا و اصول و قرائتوار به خانه که میرسم میبینم که معلم جدید پیانو منتظرم است و دلم میگیرد مادام لهستانی همان سال اول با مردی مسلمان که چهل سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد و همراه او از ایران رفت. معلم دوم صاف و پوستگنده به مادرم گفت که من ذره استعداد ندارم و این پیانو را هم باید داد و یک سیر سنجت گرفت. شب سر میز شام مادر میپرسد آقای حسام هم بود؟ میگویم نه مسافرت بود. پدر روزنامهش را ورق میزند میگوید حتما با وزیر جنگ رفته بلژیک و میخندد. خنده پدر را دوست ندارم و مثل خانم ناز بشقا به غذایم را با دست پس میزنم و قهر و بد اخلاق میز شام را ترک میکنم. پدر میپرسد چی شد؟ و صدای مادر به گوشم میرسد که میگوید کاش دیگر به دیدن خانم ناز نمیرفت. چند سال بعد خانم ناز خبر مرگ آقای حسام را به علت بیماری قلبی در خارج از مملکت به اطلاع همه می رساند. قیافه شازده حسام شکارچی در تاریکی اتاق خواب خانم ناز پیش چشمم می آید و دلم می سوزد. بعدها مادر به من می گوید که آقای حسام چندین سال در خانه سالمندان بوده و هیچکس از او خبر نداشته است. هنگام مرگ هم تک و تنها بوده و خدا میداند در آن لحظه آخر به چه چیز فکر می است. نمیدانم چرا به دلم برات شده که آقای حسام با وجود تنهایی در خانه سالمندان میان آدمهای پیر و افسرده احساس آرامش و یک جور خوشی پنهانی می کرده است. مجبور نبوده به شکار ما رو اقرب برود یا با وزیر جنگ معاشرت کند. مجبور نبوده اسمش را عوض کند و پشت در اتاق زنش چون فراشی ابدی منتظر بنشیند. مجبور نبوده موهایش را رنگ کند و معدب و محترم باشد. او را می بینم که روی تختی قرازه زیر ملافه های کهنه چرک کنار پنجره دراز کشیده و بدون واهمه از توبیخ خانم ناز زیر آواز زده و از ته دل می خاند. شاید هم در آن حال در آن فرصت آخر به تلافی تمام سالهای از دست رفته قری هم داده و بشکن زنان به پیشواز مرگ رفته است.